جنگی که در شمال سوریه در جریان است به گفته سازمان ملل متحد تاکنون 100 هزار نفر را آواره کرده. بسیاری هم در این درگیری ها کشته یا مجروح شدند. چشم انداز پایان این جنگ و حمله نظامی به شمال سوریه چیست؟ آیا اروپا مداخله می کند؟ آیا اردوغان تهدید ترامپ به تحریم های ویرانگر را جدی می گیرد و دست از حمله بر می دارد؟ آیا این حمله خطر بازگشت داعش را تقویت می کند؟ در نیمه دوم برنامه چشم‌انداز هم می‌پردازیم به واکنش‌ها به حمله به نفتکش ایرانی در دریای سرخ. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته سرنخ‌های اصلی این ماجراجوی خطرناک به دست آمده، هرچند توضیح بیشتری نداده. می‌پرسیم آیا این حمله می‌تواند دور تازه تنش ایران و عربستان سعودی را رقم بزند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. اردوغان میگوید مهم نیست دیگران چه میگویند، هرگز قدمی را که برداشته ایم متوقف نخواهیم کرد. این پاسخ آنکاراست به انتقادهای بین المللی پس از حمله به کردها در شمال سوریه. گویا تهدید به نابودی اقتصاد ترکیه در صورت گذشتن از خط قرمز آمریکا رجب طیب اردوغان را نگران نمی کند. اصلا خط قرمزی که آقای ترامپ از آن صحبت می کند چیست؟ در تازه ترین واکنش ها خبر آمد که وزیر خارجه ایران به طور ضمنی پیشنهاد کرده کشورش نقش میانجی بین ترکیه و نیروهای کرد سوریه دموکراتیک را ایفا کند. امروز میپرسیم چه چیزی ممکن است به این حمله نظامی پایان دهد و کشورهای منطقه چه نقشی میتوانند ایفا کنند؟ نظر شما رو مثل همیشه پرسیدیم. سوال ما از شما این بود که نظرتون درباره موضع‌گیری و عملکرد حکومت ایران در قبال حمله ترکیه به مناطق کردنشین سوریه چیه؟ با عرض سلام و خسته نباشی خدمت دستن در کاران شبکه خوب و مردم اینترنشنال، خواستم در مورد این حمله ترکیه به مناطق کردنشین، ایران و ترکیه اینا با هم هستن سیاست، حالا فعلا ایران خودش بروز نمیده، صد درصد اگه تا روسیه و ایران حمایت نمی کردن ترکیه به تنهای هیچ موقع این کار رو نمی کرد. الان ایران چون بخاطر این کردنشین های داخل سنندج کردنشین های خودش رو فعلا کنار کشیده جلو، ولی پشت پرده اینا کلا با هم هستن. اینا بحث اولشون این استش که و میگن که همه مرزها باید بسته بشه، کردهای ترکیه نباید رفت آمد کنن داخل کردهای اینجا یعنی سوریه، و بیشتر حرف اونا این استش که کردهای پیکه که از ترکیه با اینا در ارتباط هستن و به اونا کمک های سلاح و غیره و زالک میکنن و میان اینجا پناه میگیرن، اینا باید مرزشون رو ببندن و اینا رو راه نباید بدن داخل خاک سوریه. ولی اینکه نمیشه به خاطر اینکه الان چند گروه یا یک گروهی یا چندین نفر بخوایم ما یک نسلی رو بخوایم کشتار را بندازیم یا بخوایم خون خانواده های بیگناهی هم که اونجا بالاخره خانواده های اینا هستن، افراد غیر مسلح هستن، اینا اونجا ریخته بشه. همیشه جامعه جهانی در مورد کرد سکوت می کند، ولی جمهوری اسلامی در هر جا بتواند از انسانهای محروم منطقه حمایت می کند. اگه جامعه جهانی گوش کر دارد و چشم کور، باید چشم و گوش را باز کند و ببیند اردوغان داره زن و بچه مردم را قتل و عام می کند. خیلی خیلی متاسفم برای سازمان های حقوق بشر که سازمان حقوق بشری وجود ندارد. به عنوان یک ایرانی حمله ترکیه به کردهای سوریه را محکوم می کنم و آرزو داشتم که می تونستم در کنار اونها بر علیه ترکیه بجنگم و مبارزه کنم. از اروپایی ها میخوام که محکوم کنن و یک اقدام محکمی علیه ترکیه انجام بدن. برای گفتگو در این باره
آرش آرامش تحلیلگر مسائل امنیتی از واشنگتن و عمار گلی روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه پایگاه خبری و تحلیلی روژ از برلین همراه ما هستند. منتظر میهمان دیگری هم هستیم که امیدواریم بتونیم ارتباط رو برقرار بکنیم که از آنکارا میهمان دیگر به ما بپیوندند، ولی صحبت رو با آقای آرامش شروع میکنیم. آقای آرامش، صحبت از این هست که گفته میشه که عقب نشینی نیروهای آمریکایی چراغ سبزی برای حمله ترکیه بود. دو روز پیش از اینکه نیروهای آمریکایی عقب نشینی بکنن، گفته میشه که آقای ترامپ با آقای اردوغان صحبت تلفنی داشتند و بعد از اون گفتگوی تلفنی آمریکا تصمیم گرفته نیروهای خودش رو خاموش کنه. شما فکر میکنید که این وسط امتیازی دو رهبر بین همدیگه رد و بدل کردند یا یک اتفاق زمانی بوده؟ ولی از پشت در و اسرار کسی خبر نداره، ولی این تصمیم آقای ترامپ با مخالفت جدی خیلی از حتی هم کیشان و هم یاران و هم قطاران خودشون بود، از راست افراطی که حساب کنیم یا راست مذهبی افراطی به رهبریت مثلا کسی مثل آقای پت رابرتسون، یک جمهوری خواه مسیحی تبشیری است، بسیار طرفدار آقای ترامپ بوده، سالهای سال یک جمهوری خواه بسیار تندرو بوده، او آمد و شدیداً از این انتقاد کرد. از اون طرف جمهوری خواهان دیگه مثل بیل کریستال، مثل افرادی بودن که از معماران مثلا جنگ عراق بودن، از دستیان آقای بوش بودن، اومدن ازشون شدید انتقاد کردن. افراد دیگه بودن در خود کابینه آقای ترامپ، مثلا آقای جیم مارس، ارتش بود مارس که قبلا هم وزیر دفاع بود و عرض کنم به حضور شما به خاطر همین اختلافاتی که سر حضور نیروهای ایالات متحده در سوریه داشت چند ماه پیش استعفا داد. سوال اینجاست که آیا فقط منافع شخصی و غیر و زالک بوده یا نه، رد و بدل و بدبستانی از لحاظ منافع امنیتی، منافع اقتصادی کشوری هم بوده، یا اینکه نه، آقای ترامپ بر اساس اون قولی که داد در انتخابات، حالا این قول هر چقدر کوتاه بینانه باشه یا هر چقدر به مزاق خیلی خوش بیاد یا خوش نیاد، این بود که نمیخواد در اختلافات خاورمیانه درگیر بشه. این اتفاقا یک خواستگاه بزرگی هم در آمریکا داره، هم چپ افراطی هم راست افراطی. مثلا خانمی مثل تالسی گابرد، نماینده دموکرات مجلس از ایالت هاوایی که الانم داره برای کاندیداتوری دموکرات ها، ایشون کارزار انتخاباتی داره، ایشون و عده دیگری از طرف چپ و عده از طرف راست مثل آقای ترامپ، مثل کسی مثل پت بیوکنن و غیر و زالک، حالا اسامی خیلی مهم نیست، اما اینها شدیداً مخالف حضور نظامی ایالات متحده در خارج از ایالات متحده هستند به دلایل درست یا نادرست. مشکل اصلی اونجا ایجاد میشه، فقط اسم آخریم که میخواستم بگم آقای رندپال هست. رندپال سناتور معروف از ایالت کنتاکی که کلن یک آدم ایزول طلب و کنار طلب از لحاظ سیاست خارجی، ولی مثلا اینه که موقعی که ماها و یا شاید سالها ایالات متحده از یک متحدی مثل کوردها درخواست میکنه که بیان ایثار کنن، بیان جانفشانی کنن، بهشون اسلحه میده، بهشون کمک میده، بعد سر به زنگاه یک دفعه پشتشون رو خالی میکنه و با دلایل واهی که آقای ترامپ میاد میگه که اینها در جنگ جهانی دوم به ما کمک کردن، اما درست نیست. اون کوردها بودن که با متفقین همکاری میکردن علیه متحدین و علیه آلمان و ژاپن و نیروهای اونها در منطقه، ولی دلایل واهی که آقای ترامپ آورد و این صدمه میزنه به هم قدرت نرم ایالات متحده. دیگه حرفی که ایالات متحده و از کاخ سفید آقای ترامپ میاد قابل به قول من سرمایه‌گذاری کردن روش نیست و پس فردا متحدین دیگه فکر میکنن که اگر اینها با کوردها این کارو کردن، نه یک بار، نه دو بار، بلکه سه بار، احتمال این هستش که یک روزی هم فرش رو از زیر متحدین دیگه بکشن. بسیار خب آقای گلی، صحبت رو با شما ادامه میدیم. گفته میشه که ترکیه، اگر که ارتباط ما برقرار هست با آقای گلی، من نمیدونم که این ارتباط رو داریم. آقای آرامش، ظاهرا اون ارتباط برقرار نیست، صحبت رو با خود شما من ادامه میدم. به هر حال اشاره کردید به این که ممکنه که این اقدام آقای ترامپ منجر به بی‌اعتمادی بین سایر متحدان آمریکا بشه، چه در منطقه چه بیرون از منطقه. یکی از بحث‌هایی که در مورد ترکیه مطرح میشه این هست که ترکیه به دلایل امنیتی حاضر نشده که در واقع دست به این حمله زده. این نگرانی‌های امنیتی به عنوان شما که مشاور امنیت هستید چه داره برای خود ترکیه؟ چرا این رو میگه؟ کردها در ترکیه، ما یک جمعیت 12 تا 14 میلیونی کرد در ترکیه داریم، بزرگترین جمعیت کردها هستند در 4 کشوری که کردها در اونها ساکن هستند، کرد بعد از اون عراق هست، بعد ایران، و از همه کوچکتر اتفاقا جمعیت کردهای سوریه است. نمیخوام وارد داستان و درس تاریخ بشم، ولی بعد از آزادی عراق از دست صدام حسین و ایجاد حکومت خودمختار
اقلیم کردستان در عراق، کردهای عراق خب به یک به قول معروف خودمختاری و یک حالت نیمه نصف استقلال رسیدن. از اون طرف این برای ترک‌ها بسیار مشکل بود، اما ولی به خاطر روابطی که هم با ایران داشتن، هم با کردهای بارزانی طالبانی داشتن، هم با دولت مرکزی عراق و به خاطر فشار امریکا اشغال نظامی همه جانبه نکردن و از اون طرف هم دولت مرکزی در عراق و قوات میلیشایی و تنظیمات عسکری در عراق قوی تر بودن که بتونن جلوی مثلا یک همچین اتفاقی رو برای ترکیه پرهزینه تر بکنن. به اضافه اینکه خب بود درگیری های نظامی بود، ولی اشغال همه جانبه و اینکه بیان مثلا چند مایل به چند کیلومتر در خاک ترکیه، در خاک عراق بیان و زمین بگیرن و اونجا رو به عنوان مثلا میگم بافر زون، یعنی حالت منطقه ارزم به حضور شما خلا ایجاد کنن که اونجا منطقه امن باشه، نکردن. در مسئله سوریه فرق میکنه. سوریه بعد از جنگ داخلی سوریه که شروع شد، عملا تا همین چند ماه اخیر دولت مرکزی حتی کنترل خیلی از شهر بزرگم از دست داده بود. 12 دسامبر 2017 یا 2016 بود که حلب آزاد شد، بعد از اون دیگه شهرهای عکس بزرگ همه آمدن زیر کنترل دولت. سیاست دولت هم این بود که کردها رو رها کرد، بذار کردها اونجا با داعش و با دیگه با گروه‌های دیگه میلیشیای اسلامی بجنگن، از قبیل ارزم بوزو شما جبهه نصره و به خصوص داعش. ولی دولت اسد با حمایت ایران و با مشاورت ایران روسیه، سیاستش بر نگه داشتن شهرهای بزرگ دمشق، حلب، حمص، دیروزور و غیروزالک بود. الان حدوداً یک سوم از بخش خاک سوریه، یک سوم حالا دقیق نیست، تخمین نیست، دست نیروهای کرد هست و نیروهای کرد هم به کمک، یعنی نیروهای دموکراتیک سوریه که در اون عرب ها هم هستن، ولی اکثریت کرد هستن، با حمایت آمریکا و حتی با حمایت جمهوری اسلامی ایران تونستن که داعش رو به عقب برونن، شهرها رو بگیرن. الان حمله دو جانبه‌ای که از طرف ترکیه می‌بینید، هم حمله هوایی و توپخانه‌ای توسط ارتش ترکیه، ولی از اون طرف هم گروه میلیشایی، یعنی به قول معروف نیروهای جنگجوی مسلمان اسلامگرای تند دوباره وارد منطقه شدن و این ترس ها رو ایجاد میکنه که اگر دوباره به اینها پروبال بدید، خب داعش دوباره زنده میشه تحت اسم دیگری. بله، به گروه های برمیگردیم آقای آرامش، اگر اجازه بدید در مورد بحث داعش برخواهیم گشت. آقای حقی اویغور، معاون مرکز مطالعات ایرانی آنکارا، از همین شهر به ما پیوستند. آقای اویغور، بحث در مورد این بود که نگرانی های امنیتی ترکیه در حمله‌ای که به کردهای سوریه در شمال این کشور داره چی هست؟ و اگرچه که بحث تروریسم مطرح شده، ولی واقعا چرا حمله‌ای به این شدت در این سطح نیاز بود؟ ببینید، به نظر من مسئله خیلی ساده هست. باید سوالات ساده رو با پاسخ بدیم، بعد همه این مسائل خود به خود به نظرم واضح میشه برای همگان. سوال اول اینه که سوال خیلی ساده است، آیا PKK یک سازمان تروریستی هست یا نه؟ این جوابش هم فکر کنم خیلی مشخصه، هم از طرف ترکیه، هم از طرف اتحاد اروپا، هم آمریکا، همه قبول دارن که این یک سازمان تروریستی است. سوال دوم اینه که آیا YPG شاخه سوریه PKK هست یا نه؟ این هم فکر کنم کسی اعتراض نکنه که بله، YPG هم شاخه سوریه PKK است که یک سازمان تروریستی است. سوال سوم و ساده بازم اینه که آیا این سازمان تونسته مرز تقریبا 600 کیلومتری ترکیه را تحت تصرف خودش بیاره با حمایت آمریکا و تبدیل بشه یک نیمه حکومتی؟ این هم مثبت است. اگه اینا رو جواب بدیم، اون وقت سوال باید عوض بشه. سوال اینجوری باشه که چرا ترکیه تا حالا این عملیات رو انجام نداده و تا حالا صبر کرده؟ تو پاسخش هم امینه که ترکیه تا حالا سعی میکرد از طریق دیپلماسی، از طریق مذاکره مخصوصا با آمریکا، اینا رو عقب نشینی بده، حداقل از مرزهای خودش. اگه ترکیه با کردها مشکل داشت، ترکیه اگه میخواست سوریه رو اشغال کنه، تجزیه کنه، با 30 کیلومتر این نوار مرزی که کفایت نمیکرد حتما جلوتر میرفت. بله. ترکیه حرفش خیلی ساده است. ترکیه میخواد که مرزهای خودش امن باشه، PKK از اونجا نفوذ نکنه، حمله نکنه به ترکیه و امنیت خودش رو تامین کنه. چیزی دیگه ترکیه. برمیگردیم به ادامه صحبت با شما. اجازه بدید پاسخ آقای گلی رو هم بشنویم. آقای گلی، برای شما خبرهای مربوط به این حمله رو به طور از نزدیک و به طور جدی دنبال کردید؟ حرفای آقای اویغور رو شنیدید؟ ایشون میگن که دلایل حمله، اگر قرار باشه که بهش پاسخ داده بشیم، بحث گروه‌های اتهامات
گروه تروریستی بودن پیکاکا و پی جی رو مطرح میکنند. پاسخ شما رو بشنویم به دلایلی که مطرح کردند برای حمله به کردهای سوریه، حمله ترکیه به کردهای سوریه در شمال این کشور. ممنونم. در حقیقت خیلی ساده، ایشون دارن به دوربین نگاه میکنن و دروغ میگن. من متاسفم که باید خیلی صریح باشم در این مورد، چون که ما باید برگردیم به دلایل تأسیس و دکترین جمهوری ترکیه. دکترین جمهوری ترکیه بر اساس انکار تمام ملیت‌های درون خاکی هستش که الان بهش میگن جمهوری ترکیه. از کشتار ارامنه بگیرید، از کشتار و بیرون راندن یونانیای پانتوس بگیرید، از کشتار درسیم بگیرید. همین 6 ماه پیش بود همین دستگاه آقای اردوغان مدارکی رو منتشر کردن از بکارگیری بمب‌های شیمیایی علیه مردمی که بی‌دفاع بودند در درسیم در سال 1938. در سال 1953 بازم تو همون استانبول، تو همون ترکیه حمله کردند به تمام یونانی‌ها و غیر مسلمان‌ها و غیر ترک‌ها. اگر اجازه بدید از مباحث تاریخی برگردیم، بپردازیم به همین حمله، متمرکز باشید روی حمله ترکیه به کردها در شمال سوریه لطفاً. اتفاقا این مسئله‌ای که ایشون مطرح کردن دقیقاً برعکسه. ما باید برگردیم ببینیم چرا حزب کارگران کردستان تشکیل شد. حزب کارگران کردستان به دلیلی تشکیل شد بر بستری از نقض فاحش حقوق بشر، نقض فاحش سیستماتیک ملتی به اسم کرد، نقض فاحش و سیستماتیک دیگر ملیت‌ها و دیگر اقلیت‌های ملی و مذهبی در چارچوب جمهوری ترکیه. ایشون به صراحت دارن تاریخ رو برعکس جلوه میدن و دارن افکار عمومی رو فریب میدن. یک نمونه رو برای شما عرض میکنم در مورد این به اصطلاح مبارزه دولت ترکیه با تروریسم. در سال 2013 آقای هاکان فیدان، همین رئیس دستگاه استخبارات ترکیه، در دفتر نخست وزیری اون موقع به آقای نخست وزیر اون موقع ترکیه پیشنهاد میکنه که میتونه بهانه ورود زمینی و ورود ارتش ترکیه رو به خاک سوریه رو تأمین بکنه با فرستادن چند نفر به خاک سوریه و از اونجا شلیک کنن به ترکیه. اینا همش این مدارک هستش. ترکیه رسماً با گروه دولت اسلامی و داعش از سال 2013 تا سال 2016 روابط تجاری داشته. میتونید به پروتکل‌های پارلمان ترکیه مراجعه بکنید. همین سوال رو آقای ادریس بالوکن که همین امروز در زندان هستن از وزیر بازرگانی دولت ترکیه کردن که از همین مرز تل ابیض چقدر رابطه بازرگانی بین دولت ترکیه و گروه داعش در سال 2014 بوده. بسیار خوب آقای گلی، برمیگردیم به شما. آقای اوغور، من میدیدم که واکنش داشتید، پاسخی دارید به صحبت‌های آقای گلی؟ لطفاً بحث رو فقط در محدوده حمله ترکیه به پورت‌ها در شمال سوریه نگه دارید. ببینید، اولا این لحن باید عوض بشه. اگه من دروغ میگم ایشون باید اشاره کنن که کدوم حرف من دروغه. PKK که من میگم سازمان تروریستی از طرف ترکیه و آمریکا اتحادیه اروپا، بگن که نه دروغ، اینطور نیست. این درسته، این دروغ نیست. هر کسی گوگل داره میتونه بره اونجا. این که YPG شاخه سوریه PKK است، اینا هم همه میدونن. این که تبدیل شدن به حکومت، اینا هم همه میدونن. یعنی اگه من جواب شما رو بدم، نباید حرفای بی ربط و چرت و پرت بزنم که ایشون اصلا تاریخ ترکیه رو نمیدونه. خیلی از حرفای ایک زده که ربط داشته بده. من خواهش میکنم اگر که حال برحال این که ایشون قبول نداشته باشند که شما حرفی که میزنید درست باشه، یک بخش قضیه است. لحن صحبت رو خواهش میکنم در شأن خود و مهمانان دیگر نگه دارید. ممکنه که در این برنامه نظرات متفاوتی داشته باشیم، ولی در هر صورت اینجا هستیم که نظرات دیگران و خودمون رو مطرح کنیم یا بشنویم. بفرمایید ادامه صحبت های شما رو میشنویم. فرق میکنه آخه. بله، سوالتون رو بپرسین پس. بسیار خب، صحبت شده بود برای اینکه آقای ترامپ گفته بود اگر ترکیه خط قرمز ما رو زیر پا بذاره،
تحریم‌های جدی علیه این کشور اعمال خواهد شد. به نظر شما که در ترکیه هستید، این خط قرمز چی میتونه باشه؟ آیا بحث محدوده جغرافیایی است که ترکیه در اشغال خودش یا در تصرف نیروهای خودش نگه خواهد داشت، یا بحث تلفات انسانی است که در طی این حمله ممکنه رخ بده؟ و بعد این سوال رو از آقای آرامش هم خواهیم پرسید. روابط ترکیه و آمریکا روابطی است که تقریبا در 50-60 سال اخیر بعد از عضو شدن ترکیه در ناتو بسیار گسترش پیدا کرده. اینکه ترکیه و آمریکا رابطه نزدیک دارن، درسته که در چند سال گذشته یک خورده به هم خورده و اون تا شنو زمان روزه که یک رابطه بسیار دیرینه داریم با آمریکا، همکاری های نظامی نزدیک داریم. این نه تنها در سوریه، در عراق، از افغانستان گرفته تا سومالی تا آسیه میانه ما رابطه بسیار خوبی داریم. اینکه آقای ترامپ این حرف رو زده، به نظر من بیشتر مصرف داخلی داره، چون در داخل آمریکا واکنش‌های زیادی رو بر هم جلب کرد. این اثر نظر آقای ترامپ وقتی که اجازه داد نظامیان آمریکایی از شهرهای مرز ترکیه عقب نشینی کردن، تو آمریکا واکنش‌های زیادی بود. آقای ترامپ هم برای اینکه این واکنش‌ها رو یک خورده فرو بنشونه به نظرم این حرف رو زده. من میدونم که ترکیه در این نوار مرزی که قراره وارد بشه مثل جاهای دیگه سعی میکنه و به خاطر این عملیات‌ها اینقدر طول میکشه. مگر ما هم میتونستیم مثل رژیم بعثی سوریه کارهایی بکنیم که مردم از اونجا فرار بدیم، تو کوتاه‌تر مدت این عملیات رو انجام بدیم، ولی ترکیه سعی میکنه حتی اکثر مواظب باشه که اون تلفات غیر نظامی کمتر بشه به خاطر این عملیات یه خورده. اگر این غیر نظامی بیشتر کشته بشه، اگه یک کاری باشه که دشمنان ترکیه تبلیغ میکنن ترکیه اونجا نسل کشی بکنه یا واقعا یک فاجعه انسانی به وجود بیاد، اون موقع میتونه آقای ترامپ اون تهدیداشو عملی کنه. ولی من فکر میکنم هم آقای ترامپ میدونه، هم فرمانده های آمریکایی میدونن این رابطه ترکیه و آمریکا رابطه نیست که تازه برقرار شده باشه، مثل بعضی موضوعا باشه فکر کنم متحد آمریکا هستن، رابطه دیرینه است و اونا همدیگه رو میشناسن و من فکر کنم اصارت آقای ترامپ بیشتر مصرف داخلی داشته. بسیار خوب آقای آرامش، نظر شما چی است؟ به نظر شما صحبت‌های آقای ترامپ مصرف داخلی داشته یا واقعا خط قرمزی ممکنه وجود داشته باشه که این وسط اگر وجود داره به نظر شما این خط قرمز بحث تصرف جغرافیایی منطقه توش مطرحه یا بحث تلفات انسانی که در این حمله رخ بده؟ موقع خط قرمز مشخص میشه که اون ماهیت خط قرمز مشخص بشه. ایشون گفته حالا خط قرمزی دارن ولی این جزئیاتشو نگفته، ولی در مجموع ایالات متحده و ترکیه که یک متحد دیرینه ایالات متحده هم هست در ناتو، در این چند سال اخیر به خصوص زیر رهبری اول نخست وزیری و بعدم ریاست جمهوری آقای اردوغان مشکل ساز بوده، به خصوص بعد از کودتای نصف نیمه که اتفاق افتاد در تابستان 2016 و بعدم سرکوب شدید داخلی و بعدم الان نزدیکتر شدن اون قرابت غیر مقدسی که دارن با دشمن اصلی استراتژیک ایالات متحده روسیه، اینا همه خطرساز و مشکل ساز شده. به اضافه اینکه دولت آقای اوباما و بعدم دولت آقای ترامپ، خود حالا ممکنه رئیس جمهور اینو علنی نگه ولی در حلقه‌های امنیتی و نظامی بسیار دلخور هستن از کجرفتاری های نیروهای امنیتی و نظامی و نظامی امنیتی ترکیه، به خصوص در کمک های مستقیم و غیر مستقیمی که میکردن به گروه های میلیشایی و عسکری اسلامگرا در سوریه علیه گروه های طرفدار اسد. و کلا هم این بلند پروازی های آقای اردوغان و این نگاه های فرامنطقه‌ای که داشته روابط بین ایالات متحده و ترکیه رو که یک متحد قابل حساب بود، سالهای سال متحد ناتو بود، این رو خدشه‌دار کرده. در آینده می‌بینیم که الان با صحبت‌هایی که می‌کنن در مورد خریدهای تسلیحاتی از کشورهای غیر ناتو به خصوص روسیه، این مشکلات بیشتر شده. مسئله اصلی الان برای ایالات متحده فقط مسئله فردا و پس فردا نیست، فقط مسئله حقوق بشر و استقلال کردستان و این به قول معروف این ظلمی که الان داره میشه به کردهایی که این همه کمک کردن به ما در منطقه نیست، مثلا فقط طولانی مدت‌تر هست، مسئله ثبات منطقه است. ولی این تصمیماتی که از کاخ سفید این روزها صادر میشه به نظر من هیچ کمکی به ثبات منطقه نمی‌کنه، نه تنها به اضافه اینکه در آینده برای یارگیری و برای متحد پیدا کردن در منطقه و در متحدین میدانی رو سخت‌تر می‌کنه، به خاطر اینکه متحدین نگاه می‌کنن می‌بینن که کشورهایی مثل جمهوری اسلامی پشت متحدینشون مثل سوریه بشار اسد یا به قول معروف قصاب دمشق وایسادن، ولی ایالات متحده اینقدر سریع
ایشون پشت متحدین رو خالی کرد. میگم حتی جمهوری خواهی که من تو این چند روز باهاشون صحبت کردم، حتی کسایی که از بنیاد دفاع از دموکراسی دیگه از اینها تندتر و طرفدار این خانم لیز چینی، دختر چینی، اینا دیگه بالاخره از حلقه های خیلی تند سیاست خارجی هستن، همه مخالف این سیاست آقای ترامپ بودن که قالی رو از پشت متحدین بکشن به این سرعت و بدون اینکه هیچ گارانتی داشته باشن که ارتش ترکیه اونجا، به خصوص نه فقط ارتش ترکیه، مسئله اصلی گروه های اسلامگرایی هستن که الان در شهرهای مرزی با به نیابت از ترکیه و با کمک آتش توپخانه ای و با کمک نیروی هوایی ترکیه میجنگن و کردها رو دارن اونجا یا از شهر بیرون میکنن یا به قول معروف قوانین شریعت رو اونجا بر مردم اعمال میکنن. زمان برنامه رو به پایان است. خواهش میکنم همه شما اگر ممکنه جوابتون رو کوتاهتر در نظر بگیریم که بپردازیم به یک سری از موضوعات مطرح نشده. آقای آرامش، آقای اردوغان وزیر خارجه ترکیه در واقع گفته که این کشور از ناتو انتظار همبستگی و همراهی داره. به نظر شما ناتو ممکنه که هیچ جوری ترکیه رو همراهی بکنه در ادامه این حمله که به شمال سوریه داره رخ میده؟ به هیچ وجه من الوجود در این نیست. بند پنجم ناتو که حمایت کشورهای دیگر رو در اون الزامی میده است که شاید اگر به حمله به او بشه، مثلا اگر یکی از همسایگان یا غیر همسایگان مثلا روسیه حمله بکنه به ترکیه، اون بحث جداست. ولی موقعی که ترکیه میاد به خصوص با مخالفت بسیاری از اعضای ناتو و میاد لشکرکشی میکند یا حمله نظامی میکند به هر نحوی، حالا به کشور دیگه، این جزء محدوده ناتو حساب نمیشه. همونطوری که خیلی از درگیری های نظامی ایالات متحده، یعنی رهبر ناتو ایالات متحده با همکاری و همیاری ناتو نبود و ایالات متحده مجبور شد در عراق، افغانستان و غیر و ذالک از همکاری کمک های یا حتی در ویتنام سابق مثلا یا در پاناما یا در گرنیدا یا در جاهای دیگه از متحدین دیگه استفاده بکنه، ولی نه، ناتو به نیابت یا به کمک ترکیه در اینجا نخواهد آمد و شدیدا مخالفت است، به خصوص بعد از تهدیدهایی که آقای اردوغان میکنه، میگه من میام در سیلاب 3.5 میلیون مهاجر رو واز میکنم به شما، که یک تهدیدی است بچگانه، ولی خب متاسفانه این سطح مشکلی است که الان ما با کاخ سفید و با آقای اردوغان داره. یکی هم خود مسئله شخص هست که ایشون از لحاظ شخصی و از لحاظ اون پرسونال چیزی که دارد باعث استکاکار شدیدی شد بین رابطه ایالات ترکیه و متحدین غربیش. بسیار خب. آقای گلی، در مورد کردها نگرانی از بحث جدایی طلبی از سوی به خصوص ترکیه مطرح میشه، چقدر این اصلا جزء خط مشی کردهای سوریه دموکراتیک هست؟ چقدر اونها ممکنه که به دنبال این باشن؟ و دیگر اینکه این حمله داره در خاک سوریه صورت میگیره، چطوره که ارتش سوریه به مقابله با این حمله که از سوی ترکیه داره رخ میده برنخواسته؟ نخست اینکه مقام های اقلیم شمال شرقی سوریه بارها از سال 2013 بارها اعلام کردند که اونا به خطوط مرزی، به تمامیت ارضی سوریه احترام میذارن. تمام بیانیه هاشون هست، تمام اون دکلراسیونی که اعلام کردن، اون زمینه‌ای که اون سیستم رو بروش بنیاد نهادن بر اساس چیزی نیست که بخواد یک مرزی رو جدا کنه. اونا دنبال یک به قولی کنفدرالیسم دموکراتیکی هستن که در چارچوب مرزهای مشخص سوریه کردها و دیگر اقلیت‌های ملی و مذهبی به حقوق اولیه خودشون برسن و بتونن بر اساس اون ویژگی‌های ملی، اتنیکی، مذهبی خودشون رو اداره کنند. به هیچ وجه چون این چیزی حقیقت نداره و این چیزی که آقای اردوغان یا دولت ترکیه اعلام میکنه صحت نداره. دولت ترکیه در زمینه کرد حراسی تاریخ خیلی درازی داره. بذارید من یک مثالی بزنم. آقای اردوغان گلی، اگر اجازه بدید بفرمایید بپردازید به اینکه چرا ارتش سوریه وارد عمل نشد. یک دقیقه بیشتر فرصت نیست، بفرمایید جوابتون. ببینید، ما باید یکم این صورت مسئله رو یکم بزرگ کنیم و پشت قضیه رو ببینیم. متاسفانه من بر این باورم که در پشت پرده یک توافق جمعی وجود داره که چیزی که به اسم رژاوا یا چیزی که به اسم اقلیم دموکراتیک شمال شرقی سوریه وجود داره رو
از بین ببرن و برگردن به اون نظمی که قبل از سال 2011 در سوریه حاکم بود و اون نظم رو برقرار کنن. به نوعی کشور دولت مرکزی سوریه با دولت با آنکارا به این توافق رسیده که در قبال ادلب اونا هم سکوت کنن در مورد حمله ترکیه به شمال شرقی سوریه و اقلیم روژاوا. آقای اویغور، با توجه به وضعیتی که الان در منطقه حاکم هست، به نظر شما چشم‌انداز پایان این درگیری چیست؟ چه چیزی میتونه به این درگیری و به این حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه پایان بده؟ آیا میانجیگری کشورهای منطقه است یا به هر حال تغییری در خط مشی کردها یا اتفاق دیگری در منطقه ممکنه بیفته؟ من باید میدونم به این زودی ها این مسائل تمام بشه. ممکنه عملیات ترکیه، عملیات نظامی ترکیه در نوار مرزی بعد از یکی دو هفته یا یه ماه حتی اکثر این 30 کیلومتری انجام برسه، ولی این آخر قضیه نیست، چون که مسئله سوریه هنوز حل و فصل نشده. حکومت مرکزی مشکل داریم. الان تو آستانه سه کشور، روسیه، ایران و ترکیه توافق کردن که یک کمیته قانون اساسی تشکیل بشه که اینا یک قانون اساسی جدید بنویسن. اونجا فدرالیزم چه میشه، اونجا حقوق بقیه چی میشه، اینا همیشون هنوز نمیتونیم حرفی حدیث صریح بذاریم. ولی اون چه که مسلمه، من از طرف ترکیه میتونم بگم، ترکیه تا اون که اون چیزی که اعلام کرده، یعنی 30 کیلومتر نوار مرزی امنیت رو تا تشکیل نده، باید میدونم که این عملیات به پایان برسه. این حرفایی که راجع به میانجیگری میکنن، باید میدونم که ترکیه اینا رو قبول کنه، حتی قبل از پایان این عملیات. بسیار خوب. آقای آرامش، خیلی کوتاه اگر شما هم نظرتون رو بگیم، به نظر شما چقدر ممکنه که این درگیری پایان پیدا بکنه؟ خیلی کوتاه. این قصه سر دراز دارد. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. این قصه سر دراز دارد. بله بله. آنفا نخواهد آمد از تانکو. بسیار خوب، سپاسگزارم. حقی آقور، معاون مرکز مطالعات ایرانی آنکارا، آرش آرامش، تحلیلگر مسائل امنیتی از واشنگتن، و عمار گلی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه پایگاه خبری تحلیلی روژ از برلین. سپاسگزارم از همه شما آقایان. و شما بینندگان عزیز همراه ما باشید تا لحظات دیگه با ادامه برنامه چشم‌انداز که موضوع بخش دوم نگرد.